الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله الحكيم في كتاب الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. همی ماه مبارک و برکت ای روزهای مبارک، در هفته قبل صحبت داشتیم به ارتباط به طلوع فجر محمدی یا روزهای تولد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و گزارشی داشتیم و یک معلوماتی را به خواهران و برادران ارائه کردیم. امروز هم یک مختصر گفتاری داریم در ارتباط با طلوع خورشید محمدی، یعنی خورشید محمدی و معنایی که طلوع دقایق و اوائل نزول وحی بر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم، و یا لحظاتی که در آن بعثت رسول خدا صلی الله علیه وسلم در سن 40 سالگی شروع میگرده. در واقع هم باید بدانیم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در سال عام الفیل در 570 یا 571 میلادی در شهر مکه تولد شدند، و 40 سال بعد، زمانی که به سن 40 سالگی رسیدن که در هفته قبل هم یاد کردیم، اینها به نبوت مبعوث شدن، و در واقع در سال 610 یا 611 میلادی بعثت و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شروع گردید و در سن 40 سالگی بودن، و این زمانی بود که در واقع پختگی عمر را میرسانه که اکثر انبیا در بعد از 40 سالگی، البته نمیگن همه، اکثرشان بعد از 40 سالگی به نبوت مفتخر گردیدن، و رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم وقتی که سن 40 شان تکمیل میگردنه، در زمانی که این زمانی است که بعثت و رسالت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم آغاز میشه، و در آن زمان بود که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بر شجر و حجر، یعنی بر درخت و سنگی نمی گذاشتن مگر اینکه صدای السلام علیکم یا رسول الله را می شنیدن. و زمانی که به راست و چپ و این طرف ها نگاه می کردن، کسی را نمی دیدن، و این خودش می رسانه که سنگ و درخت بر رسالت پیامبر گواهی دادند، و شروع نبع و خبرهای خوش رسالت پیامبر از اینجا آغاز شد که در همین ماه ربیع الاول، زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هر بار خوابی را می‌دیدن، خوابشان رویای صالحه یا رویای صادقه، هر زمانی که خوابی را می‌دیدن، اون خواب به همون شکلی که بود تحقق پیدا می‌کرد، و این علائم، یکی از علائم شروع نبوت برای پیامبر بود که خوابهایشان همان لحظه تحقق پیدا می‌کرد در هر روز بعدیش، و می‌دیدن و به همان گونه که خواب دیدن، همان خوابشان به مرحله اجرا قرار می‌یافت. بنابراین شروع این رسالت با رویای صادقه است که در روایتی که زهوری از عروه و او از خاله خود حضرت عایشه صدیقه روایت می‌کنند که اولین چیزی که شروع شد، اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه و سلم فی نومه، النبوت اول ما بدأ به رسول الله من النبوة حين اراد الله کرامته و رحمت العباد به الرؤيا الصادقه. اولین چیزی که بر پیامبر که نشان داده شد که پروردگار نشانه های نبوت را برای پیامبر روشن گرداند، رویای صادقه بود که پیامبر خدا هر خوابی را که می‌دیدند همان خواب تحقق پیدا می‌کرد. لا یرا رسول الله رؤيا في نومه الا جاءت كفلق الصبح، هیچ خوابی را نبود که پیامبر ببینند در آن زمان، این که مثل صبح، مثل روشنایی صبح برش نمودار میگشتید. و در روز زمان بود که پیامبر آیسایس به خلوت و به گوشنشینی و به عبادت در غار و در رفتن در کوه انس پیدا میکنند، و میفرمایه که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشتن که به خلوت برن و عبادت کنن و در بکو پناه ببرن و در غار باشن و لحظات را به عبادت پروردگار و فکر در کائنات و در این کهکشان ها و در این که چی حالت است بعد بپردازن. و به همین خاطر بود که و اختار رسول الله صلی الله علیه وسلم لخلوتی المحبه الیه جبل حرا،
اینها رغبتشان این بود که به کوی هرا یا کوی که در اون به اصطلاح امون نزول قرآن در آن صورت گرفت، غار هرا که میشناسیم یا جبل الرحمه، کوه رحمت که یکی از کوههایی که بر منطقه در گوشه از مکه قرار یافته، و در یکی از شبهای شب رمضان بعد از اینکه این مراحل رویای صادقه میگذره و بعد از چند ماهی که این خلوت صورت میگیره و پناه بردن پیامبر به غار و رفتنشان به کوه هرا صورت میگیره، به غار هرا صورت میگیره، در یکی از شبها که در شبهای ماه مبارک رمضان است، شاید هم به گفته اکثر مورخین 17 یا 21 ماه مبارک رمضان بوده، نزل علیه جبرئیل علیه السلام، بر پیامبر جبرئیل میآید و بشارت نبوت را به تمام بشر برای پیامبر اعلام میکند. و این حدیثی است که حدیث صحیح البخاری و صحیح مسلم اینها را از حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها این گونه نقل میکنند که اولین چیزی که قصه ای که بدایت وحی است میفرمایه که حضرت عایشه بعد از اینکه رویای صادقه را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میدیدن و به خلوت میرفتن و گاهی از خانه خود بیرون میرفتن و غذا با خود میبردن و چند شبی را در غار هرا میماندن، فجاء الملک ملک آمد و در حالی که در کوه هرا بودن و برای پیامبر گفت اقرا بخوان، و رسول خدا صلی الله علیه و سلم به جوابش گفتن که ما انا بقاره، من خوانده نمیتوانم. و حضرت پیامبر میفرمایند که نقل است که پیامبر برای حضرت عایشه کردن و حضرت عایشه صدیقه با روایتی که در کتب صحاح است این گونه این را بیان میکنند که من برای ملک گفتم، برای فرشته گفتم که من خواننده نیستم، خوانده نمیتوانم، فاخذنی فغتنی، مرا گرفت و فشارم داد. یعنی در واقع حالتی که حتی لغ منی الجهد، تا اینکه توانم از دست رفت، یعنی اینکه مرا این گونه ملک گرفت و فشار داد، ثم ارسلنی، بعدم مرا رها کرد، فقال اقرا، این در واقع برای بیدار کردن و تنبیه کردن و برای آگاه کردن یک کار بزرگ و یک مسئولیت بزرگی که بر پیامبر نازل میشد که این نزول قرآن کریم و اولین آیات قرآن کریم بوده است. ثم ارسلنی، بعدم مرا ملک یا فرشته رها کرد، فقال، و گفت اقرا بخوان، باز من گفتم، فقلت انا ما انا بقار، من خوانده نمیتوانم، فاخذنی فقدتنی الثانیه، مرا گرفت و دوباره باز همان فشار داد در وجودم و در واقع حتی بلغ منی الجهد، تایی که از وجود من توان رفت. و در واقع وقتی که ملکی رو میگرفت فشار میداد، در واقع رو بیدارش میکرد که به یک مسئولیت بزرگ آماده بشود. ثم ارسلنی فقال اقرا فقلتم، یعنی این کار سه بار تکرار شد، فاخذنی فقدتنی الثالثه، ثم ارسلنی و بقال، و بعدا در مرحله سوم وقتی که مرا رها کرد، ملک گفت که، فرشته گفت که اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، بخوان به نام پروردگار خودت که خلق کرده است، که آفریده است انسان را از خون بسته، بخوان به نام پروردگار مکرم و بزرگت که الذی علم بالقلم، که تعلیم به قلم داده است، علم الانسان ما لم یعلم، انسان را تعلیم داده است آنچه را که نمیدانست. این 5 آیه اول سوره اقرا در اولین مرحله نزول وحی در ماه رمضان در سال 610 میلادی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرف نزول میابه، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نزول این آیات، فرجع بیا رسول الله یرجف فؤاده، پیامبر بر میگرده به طرف خانه خود در حالی که قلبش حرکت میکنه و تکان داره و تپش داره، فدخل على خدیجه بنت خویلد، نزد همسر خود خدیجه بنت خویلد میره، دختر خویلد، و میگوید زملون مرا بپوشان، مرا به اصطلاح لحاف یا هرچی که بود سرم بینداز، فزملوه حتی ذهب عنه الروع،
حضرت خدیجه پیامبر را بالاش لحاف یا چیزی که است میگذاره تا زمانی که اون وحشت یا همون لرز یا همون حالتی که است اون آرام بشه. و بعدا فقال لخدیجه و اخبرها الخبر، برای حضرت خدیجه این خبر را و این گزارش را میداد که همین گونه ملک آمد و این آیات بر من شرف نزول یافت و خبر از رسالت خود برای حضرت خدیجه میده. و بعدا میگه لقد خشیت علی نفسی، من ترسیدم بر نفس خود، یعنی احساس کردم که شاید جان من را بگیره یا که فشار سرم است، من ترس بر نفس خود گرفتن. فقالت، خدیجه در جوابش میگه که بعد از اینکه پیامبر این حالت لرز و ترس در وجودش است و قلبش میپره و پرش داره، میگه که خدیجه برش میگه که کلا والله ما یخزیک الله ابدا، به خدا قسم که خداوند تو را تنها نخواهد گذار، رها نخواهد کرد و تو را خار نخواهد کرد. اینکه به خاطری که چون خدیجه محمد را میشناس میگه که تو این صفات را داری، اینکه لتصل الرحم، تو سلی رحم را به جا میآوری و تحمل الکل، و تو مشکلات را یا فشار را یا بار گران را از افرادی که زیر دست هستن بر شانه میکشی، یعنی تو مشقت را بر عهده خود میگیری. و تکسب المعدوم، و تو افرادی که چیزی ندارن برشون کمک میکنی. و تقرئ الضیف، و تو مهمان را پذیرایی میکنی و مهمان را پاس میداری. و تعین علی نوائب الحق، و تو همیشه در پلو حق ایستاده هستی. به خاطر همین پنج خصوصیتی که در وجودت هست که صله رحم را به جا میاری، مشقت را یا فشار را یا بار سنگین را از بیچارگان برمیداری و مردم نادار را کمک میکنی و مهمان نوازی میکنی و بر پلوی حق ایستاده هستی، به خاطر این پنج خصوصیت تو را خداوند خار نخواهد کرد و رها نخواهد کرد. پس معلوم میشه که این یک مسئولیت بزرگی است که خداوند بر عهده تو گذاشته است. این میرسانه که اوائل شروع وحی، بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رویای صادق میبینن، به شکل یک فرشته واقعی میایه و بر پیامبر آیات قرآن آن را شرف نزول میابه و آیات قرآن را بر پیامبر میخوانه و این خودش میرسانه که وحی یک فرمان یا امر پروردگار است که از طرف خداوند توسط ملک و جبرئیل باشه که قرآن را آورده است یا آیات را آورده است بر پیامبر شرف و نزول میابه. بنان انکار از وحی و انکار از این که این آیات از طرف خداست کفر به قرآن و کفر به پیامبر است. بنان کسی گفته نمیتوانه که آیات قرآن کلام پیامبر است یا کلام ملک است، بلکه اینها کلام خداست و سخن خداست که توسط ملک و فرشته بر حضرت توسط حضرت جبرئیل بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شرف نزول میابه. و این بحثی است که ما امروز داریم که به نام طلوع خورشید محمدی یا طلوع اوائل نزول وحی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میباشه. و طبعا در اینجی ما چند چیز را از این بحث به دست آورده میتونیم، از این که اولین سالهایی که بر هر پیامبرا اکثر پیامبرا به نبوت مبعوث میگردن همون زمان است که سن 40 سالگیشان تکمیل شده، و دومی که آیات و نشانه های نبوت نمونه هایش در این بوده است که وقتی پیامبر هنوز قرآن بر او نازل نشده، هنوز ملک نیامده است، سنگ و درخت بر پیامبر سلام میداده است و پیامبر در هر زمانی که میرفته هر کدامشان السلام علیکم یا رسول الله میگفتن. اینها نشانه های وحی است. و سومی که رویای صالحه یکی از 46 جزء از نبوت است، یکی از 46 نمونه ها یا اجزای پیامبری است، یعنی اینکه انسان قبل از اینکه البته پیامبران همه البته قبل از اینکه به نبوت مفتخر گردن و ملک دایرک بیای، اینها خوابهای صالح و خوابهای نیک و صادق را میدن، رویای صادقه و صالحه جزئی از 46 جزء نبوت خوانده شده. و دیگه ای که مدت وحی که بر پیامبر نازل شده، قرآن از اول تا آخر 23 سال و 6 ماه تقریبا قرآن کامل شده بر پیامبر که تا زمانی که وفات کرده در سن 63 سالگی، یعنی 23 سال و 6 ماه
این نبوت و این رسالت و این قرآن بر پیامبر شرف نزول یافته. و چهارمی که زمانی که انسان در یک محیط قرار میگیره که مردم در فساد و بی‌بندوباری و جهل و جهالت هستن، جایز است که افراد خود در یک گوشه و در برای حفظ از شرشان و این کار پیامبرا کردن، همیشه به یک جای پناه بردن و در اونجا عبادت کردن و رفتن پیامبر در غار حرا و در کوه جبل الرحمه به خاطر همین بوده است. و اولین چیزی که بر پیامبر نازل شده بنابر گفته کله مورخین و دانشمندان و سیرنگاران همین آیه مبارکه اقرا باسم ربک الذی خلق بوده است که پنج آیه اول سوره اقرا یا سوره علق که ما میگیم این بر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نازل شده است. و در اینجی در بحث طلوع خورشید نبوت چنانچه شنیدین که باز هم ابتدای این رویا از ماه ربیع الاول بوده تا ای که در ماه رمضان چند ماه دوام کرده و این خبرهای خوش یا رویای صالح بوده است تا ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان به نبوت مفتخر میگنن. وقتی این خبر میرسه به حضرت خدیجه، طبعا حضرت خدیجه اولین تصدیق کننده پیامبر است و اولین مؤمن است در میان زنها که به پیامبر ایمان می آوره و این خبر را خدیجه برای پسر عمش یا پسر کاکایش ورقه بن نوفل که یکی از جمله راهبای معروف آن زمان خود بوده می بره و اون می گوید که وقتی قصر می گه که ورقه بن نوفل مطابق به معلوماتی که از حال پیامبران قبل یا از کتب قبل داشته میگه که لارجو ان تكون نبی هذه الامه، این خبری که تو گفتی و این نشانهایی که گفتی این در واقع میرسانه که این محمد پیامبر این امت است. و بعدا میگه که هذا الناموس الاكبر الذي انزل على موسى، همین آمدن جبرئیل این ناموس اکبر یا جبرئیل که بر پیامبر آمده همین هم بر موسی هم نازل شده. یا لیتنی فیها جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرج قومه، که میگه که کاش این نمونه های از نبوت است، کاش که من در زمان با تو همراه می بودم، در پهلویت قرار می گرفتم وقتی که تو را قوم تو از خانه بیرون می کنن. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم این سوال را با تعجب می پرسه که من خبر نبوت را می آورم و اینها بشارت به نبوت میدم، باز هم قوم من را از خانه من بیرون میکنه، این چگونه است؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این سوال رو میکنه میفرمایه که او مخرجیهم، آیا آنها مرا از خانه من بیرون میکنن؟ ورقه پسر عم خدیجه که هنوز هم مسلمان نیست و به یک دین مسیحیت است و یک راهب است و یک معلوماتی از کتبهای قبلی داره میگه که نعم لم یأت رجل قط بما جئت به الا عوده او و ان یدرکن یومی که انصرک نصرا موزورا، میگه که هیچ امکان نداره کسی با همچنین خبری برسه و بیاوره و آن را مردم بیرون نکنن، کاش که ما همراه در همان زمان می بودم و تو را با نصرت بسیار قوی در پهلویت قرار می گرفتم. به هر حال این اوایل وحی است، اوایل طلوع خورشید محمدی است و در آن زمان است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم طبق عادت بعد از اینکه میآید و میره به خانه کعبه هم طواف میکنه و در اون زمان این خبر نبوت و خبر رسالت پیامبر به میان خانواده یا میان کسایی که در به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند که از جمله پسر گفته ایشان یا زید غلامش هم به نبوت به رسالت پیامبر ایمان می آوره و حضرت ابوبکر اولین مرد به رسالت پیامبر ایمان می آوره و حضرت علی به عنوان اولین جوان یا اولین کسی که در خانواده پیامبر است ایمان میاره. به هر حال این نشانه های شروع نبوت است و رسالت است و بعدا مدتی این وحی برای یک مدتی برخی گویند که 40 روز و برخی گویند که بیشتر از اون
برای مدت این وحی متوقف میگره و این شاید هم از حکمت هایی بوده که پروردگار خواسته که رسول خود را آماده بسازه تا تحمل گرفتن این وحی و تحمل قبول این آیات مبارکه باشه. بنابراین بعد از مدتی دوباره این آیات مبارکه نازل میشه. دومین آیاتی که بر پیامبر نازل شده آیه سوره مدثر است که از آیه 1 تا 7 است که قرآن کریم نازل میشه بر پیامبر. یا ایو المدثر قم فنذر، ای جامعه در هم پیچیده شده، ای کسی که خود را در جامعه پوشاندی، و قم فنذر بلند شو و انذار بده. در واقع این شروع انذار و بعثت است و نشان دادن این رسالت و اعلان این رسالت. چند در مرحله اول که سوره علق نازل میشه، سوره اقرا، پیامبر این را به فامیل خود یا به کسایی که اطرافشان هستن میگن، ولی با نزول سوره مدثر این اعلان علنی میگره در بین فامیلش. قم فنذر، بخیز و بیم بده، و ربک فکبر، و خدای خود تکبیر بگو، و ثیابک فطهر، و جامعه خود را پاک گردان، یعنی به نماز خود آمده بساز، و رجز فهجر، و آنانی که بت میپرستن یا بت پرستان را ترک کن، ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، و به کثرت ذکر پروردگار را بکن و به خداوند خود صبر پیشه کن. یعنی این خبر دوم یا دومین آیات است که بر پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نازل میگره. در واقع به این میرسانه که تشویق پیامبر را به وحی در بعد از انقطاع وحی میکنه، و لطف خداوند بر این که پیامبر دوباره میبینه که جبرئیل بر او میآید و ندا میکنه و بشارت میده که تو به حق رسول هستی. و اولین آیاتی که نازل میشه در واقع انذار و بشارت است برای کسی که پیروی پیامبر رو کنه و به کسی که از پیامبر سر بزنه. و این برای این است که آیات همین قسم هر بار 3 یا 4 یا 5 آیه یا حتی سوره کوتاهی بر پیامبر نازل میشه، و در مدت 23 سال کلام خداوند که قرآن کریم است بر پیامبر نازل میشه و حرف به حرف آن در سینه پیامبر حفظ میگرده، و پیامبر برای کتاب و وحی که بر اطرافش هستند این آیات را دستور میده و اونها نوشته میکنند. و با گاهی هم فرشته به شکل یک انسان میآیه، در پهلوی پیامبر مینشینه و احکام دین را یاد میده، مثل اینکه حدیث معروف جبرئیل است که پیامبر در امرای صحابه نشسته هستند که حضرت جبرئیل در حالی که موهای بسیار تمیز داره، لباس کالای تمیز داره، میآیه در پهلوی پیامبر مینشینه و میگه که خبر بده مرا از ایمان و از اسلام و از احسان. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که 5 رکن اسلام و 6 رکن ایمان یاد میکنه و او تصدیق میکنه. در واقع دین به این شکل آمده است که در پهلوی نزول قرآن کریم به شکل عملی هم ملک و فرشته و جبریل به عنوان به شکل یک انسان ظاهر میشه و آیات قرآن را بر پیامبر نازل میکنه و میگویه و هم تعلیم دین میده و هم نماز یاد میده و هم احکام دین یاد میده. به می خاطر هم است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم تمام آنچه که بر اون نازل شده به ما نزل علی محمد، چی وحی جلی باشه که صراحت آیات قرآن کریم، چی تعلیم دین بوده باشه و چی وحی خفی بوده باشه، آنچه که پیامبر از دین از جبرئیل یاد گرفته و برای ما یاد داده، اینو همه احکامی است که بعد ما به این هر دو ایمان داشته باشیم، هم به وحی جلی و هم به وحی خفی. به این خاطر هم است که وحی در واقع به این شکل بر پیامبر تکمیل میگره در ظرف 23 سال و میبینیم که بیش از 6200 چند آیه قرآن کریم بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل میشه. و طبعا اولین کاری که پیامبر میکنه بعد از اطلاع خود خانواده خودش که حضرت خدیجه و فامیل اینا هست کرد، انذار میده و خبر میده برای اقوامی که اطرافشان هستن و برای خانواده های خود، و از جمله اولین کسایی که به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان دارن از مردها هم چون گفتیم ابوبکر صدیق و بعدا هم کسای دیگه مثل زید بن حارثه است و که در او زمان آزاد می باشه و او کسی است که خدیجه برای حضرت پیامبر او را هدیه کرده و حضرت پیامبر او را آزاد میکنه، در خدمت پیامبر می باشه.
و از زنها هم حضرت خدیجه است و از جوانها و اطفال حضرت علی و همین قسم آیسته آیسته تعداد کسایی که باز بر اثر تلاش حضرت خدیجه و حضرت ابوبکر کسای دیگه هم به اسلام میان که از جمله عثمان بن عفان است، زبیر بن عوام است، عبدالرحمن بن عوف است، سعد بن ابی وقاص است و همچنین طلحه بن عبید الله است. اینا از اولین کسایی هستند که به اسلام میپیوندند و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان میارن و در واقع تعداد مسلمان ها به چند نفر میرسد تا زمانی که اینها به نام سابقین الاولین گفته شده است که همچنین ابو عبیده جراح ایمان میاره، ابو سلمه عبدالله بن اسد جرم میاره، ارقم بن ابی ارقم، عثمان بن مسعون و سعید بن زید، عبدالله بن مسعود، خباب بن ارت، عمیر بن ابی وقاص و تقریبا تعداد مسلمان ها به 30 یا 40 نفر تا روز زمان میرسن و در روز زمان است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تعداد مسلمان ها 40 و چند نفر است و یک زن و همچنین عمزه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم امیدواری میکنن که میفرمایند، دعا میکنن که اللهم اید اسلام به احد العمرین، به یکی از دو عمر که هم ابو جهل یا حضرت عمر باشه و حضرت عمر ایمان میاره و همچنین حضرت حمزه ایمان میاره و در اون زمان است که اعلان دعوت علنی میگره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه حضرت عمر و حضرت حمزه و همراه صحابه ای که 40 چند نفر هستن اینا میروند به مکه و اعلان اسلام به مردم اعلان میکنن که در اونجا داستان ها را شنیدین که ابو جهل چی کارهای زشت یا مخالفت های علنی با پیامبر میکنه، ابو لهب کاکای دیگر پیامبر چقدر مخالفت ها میکنن و ابو لهب بر علیهش یا به خاطر ظلم کرده سوره مبارکه تبت یدا ابی لهب که به خاک مالیده واست دستای ابی لهب و برای با او پول و شان و شوکتی که داره در مقابل پیامبر میسته. به هر حال قصه های داستان اسلام حضرت حمزه و اسلام حضرت عمر را بارها شما از طریق صحبت ها و از طریق بیانات شنیده باشین و این خودش میرسانه که این دین با انتهای زحمت و تلاش و فداکاری صحابه و فداکاری پیامبر و خانواده پیامبر الحمدلله برای ما رسیده و تا زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم احکام دین را میرسانند و دین را در بین مردم علنی میسازند و در اون زمان است که اسلام آیسته آیسته رشد پیدا میکنه و فشارهای مشرکین زیاد شده میره و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مجبور میشه یک تعداد از صحابه را به حبشه برای نجات از دست مشرکین بفرستن و تعداد دیگری هم آیسته بعد زمانی به طرف مدینه، یعنی بعد از چندین سال که این آیات نازل میشه و تعداد مسلمان ها اضافه میشه به اساس فشارهایی که بر پیامبر و بر خانوادهش و بر مسلمان ها میشه، مال و سرمایه اینها را کفار میگیرن، مشرکین میگیرن، تصمیم به قتل پیامبر میگیرن، در اون زمان چاره نیست و هجرت میکنن و همه میدانین که بعد از 13 سال از شروع نبوت، از شروع رسالت، بعد از 13 سال در مکه دعوت دین خدا صورت میگیره، سفر پیامبر به طرف مدینه صورت میگیره و در آنجا در همون زمان است که هنوز سفر نکرده در مکه همسرشون وفات میکنه و عموی دلسوزشان، کاکای دلسوزشان ابی طالب وفات میکنه و سال حزن نامگذاری میشه و معراج صورت میگیره در همون زمان، رفتن پیامبر به سمت بالا و بیت المقدس و از اونجی به آسمان ها و نمازهای 5 وقت در اونجی فرض میکرد. تمام این داستان ها و تمام این قصه ها رو شما در بس های طلوع خورشید محمدی همیشه شنیدین و ما خواستیم به شکل مختصر به برکت این ماه ربیع الاول، به برکت این روزهای مبارک از طلوع فجر محمدی که تولد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده باشد در ماه ربیع الاول و همچنین از شروع طلوع خورشید محمدی که ای هم در ماه ربیع الاول صورت گرفته که نزول قرآن کریم در ماه رمضان صورت گرفته در سال 610 میلادی، یک اشارات داشته باشیم تا ای که برادر و خواهر ما انشاءالله پیامبر خود را و رسالت پیامبر را و زحمت هایی که در این راه کشیده شده و این که چگونه این وحی نازل شده و این
نبی رحمت این دعوت خود چگونه آغاز کردن و چگونه ادامه دادن و انشالله که این مسائل رو شما هم در کنفرانس ها هم خواهش شنید. امیدوارم خواهر برادر عزیز